خب مطلب بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم در رابطه با مدیریت گروه هاست تو لینوکس. کامند هایی که مرتبط با مدیریت گروه هاست عمدتا کامند هایی هستند که با گروپ شروع میشن، گروپ اد، گروپ دل، گروپ ممز، گروپ مود و گروپس. با گروپ اد ما میتونیم یه گروه جدید اضافه بکنیم، همینطور که از اسمش پیداست. گروپ ادو می نویسیم، آپشن هایی که براش داریم و اسم گروه و آپشن هایی که اینجا داریم رو میتونیم حالا هر کدومش رو دوست داشته باشن، نیاز داشته باشیم استفاده بکنیم ازش. مثلا من یه گروه جدید تعریف میکنم به اسم مثلا My Groups، My Group. الان کت ATC گروپ بگیرم، میبینیم که My Group به گروه هامون اضافه شده. اگر نیاز داشته باشم اسم گروه رو عوض بکنم، میتونم با گروپ مود، حالا هر مودیفیکیشنی که دلم بخواد روش اعمال بکنم، میتونم نیو نیم بدم، بعد میتونم نان یونیکش کنم، از قصد بخوام یه جی آی دی تکراری استفاده بکنم. از پسورد برای گروه دیگه عملا استفاده نمیشه. برای داش آر بزرگ، از آپشن داش آر بزرگ هم برای CH root DIR موقعی که حالا به دلایل خاصی نیاز داشته باشیم که CH root بکنیم و توی یه شاخه CH root شده ای ETC گروپ رو دستکاری بکنیم، از این آپشن میتونیم استفاده کنیم. اولا کل کاری که میکنه اینه که اون CH root رو، اون آدرسی که داریم، با کلمه /ETC/group ادغام میکنه و با آپشن داش جی هم اگر نیاز داشته باشیم یه جی آی دی خاصی رو ست کنیم، ست میکنیم. اگر بخوام گروه هم رو پاک بکنم هم میتونم از کامند گروپ دل استفاده بکنم و اون گروه رو پاک بکنم. داش آر رو هم دو مرتبه بدیم برای آدرسی که بخوایم ریشش رو یه جای غیر از اسلش شروع بکنیم. برای دیدن گروه هایی هم که یک یوزر عضوش هست میتونیم از کانال گروپس استفاده کنیم. مثلا ببینیم یوزر حمید عضو چه گروه هاییه، که فقط میگه که حمید عضو گروه حمید هست. خب حالا فرضا من میخوام یوزر حمید رو عضو این گروه جدید مای گروپی که ساختم بکنم. برای تغییرات اطلاعات یوزر از کامند یوزر مود استفاده میکنیم. من برای اینکه گروه حمید رو اضافه کنم از آپشن جی بزرگ استفاده میکنم، میگم مای گروپ حمید. ولی از اونجایی که میخوام مای گروپ به گروه هایی که حمید بهش عضوه اضافه بشه، از آپشن داش ای استفاده میکنم که حمید به گروه مای گروپ اپند بشه. الان من اگه بزنم گروپس حمید، میبینیم که حمید الان جز گروه حمید که همزمان با ساخت یوزر خودش برش درست شد، به گروه مای گروپ هم اضافه شد. اگه فایل ETC گروپ رو نگاه کنیم، میبینیم که جلوی مای گروپ حمید به عنوان عضوی از این گروه اضافه شد. اگه بخوام مثلا آرش رو هم اضافه بکنم، میگم یوزر مود داش ای جی بزرگ مای گروپ آرش. حالا دوباره کت ETC گروپ بگیرم، ببینیم که الان حمید و آرش عضو گروه مای گروپ هستن. اگر هم بخوام حمید رو از گروه مای گروپ خارج بکنم، کافیه که بگم گروپس حمید. مثلا الان فقط حمید عضو گروه حمید و مای گروپه. من میام اسم گروه هاشو می نویسم، اون مای گروپ رو حذف میکنم و به عنوان گروه های حمید ست میکنم. میگم یوزر مود داش جیه فقط حمید، حمید. الان اگه کت ETC گروپ بگیرم، میبینید که فقط توی مای گروپ الان آرش هست و گروپس حمید، دیگه اثری از مای گروپ نیست. برای آرش هم همینطور. الان مای گروپ میبینید دیگه عضوی نداره. به این صورت.
کامند بعدی که دوست دارم امروز صحبت کنم کامند SU یا سویچ یوزر هست، که موقعی که بخواید شما از یه یوزری به یه یوزر دیگه سویچ بکنید از این کامند میتونید استفاده بکنید. این کامند رو اگه یوزر روت اجرا بکنه بدون اینکه نیاز داشته باشه پسورد یوزر مقصد رو بدونه، میتونه بهش سویچ یوزر بکنه. مثلا من بگم SU حمید، من لاگین میشم به، یا بهتر بگم سویچ یوزر میشم به یوزر حمید، یا اگر بگم SU آرش، حتی این دفعه حواستون باشه که من با یوزر حمید دارم این کارو میکنم، اون موقع نیاز دارم من یوزر پسورد یوزر آرش رو بدونم، در غیر این صورت نمیتونم لاگین بشم. برمیگردم به یوزر روت با کلید کنترل D که از یوزر حمید لاگ اوت کنم، و بعد این بار میگم SU آرش که لاگین میشم به یوزر آرش. یه فرقی وجود داره بین سویچ یوزر معمولی زدن، مثلا میگین SU حمید، با SU داش حمید، و اون اینه که موقعی که شما SU حمید میکنین فقط دارید یه چینج یوزری اتفاق میفته، یعنی همون پتی که هستین همون انوایرمنتال وریبل هایی که ست شده هست وجود داره، هیچ تغییری اتفاق نمیفته، فقط یه سویچ یوزر معمولیه. ولی موقعی که شما SU داش حمید میزنید واقعا یه لاگین اتفاق میفته، لاست لاگین شما آپدیت میشه، عرضم به خدمتتون که به هوم اون یوزر هدایت میشین اگر احیانا انوایرمنتال وریبل های نیاز باشه، توی پروفایل یوزر باشه، ست بشه ست میشه و لاگین به صورت کامل اتفاق میفته و شما سویچ یوزر میکنید. نکته ای که هست اینه که هر یوزر تو هوم یوزر خودش دو تا فایل مهمی داره، .bashrc و .bash_profile. .bashrc به ازای هر بار اینکه شما سویچ یوزر بکنید یا لاگین بکنید اتفاق میافته، .bash_profile فقط به ازای لاگین شما اتفاق میافته، که یک فایل اسکریپتی هست که هر زمانی که شما سویچ یوزر بکنید این فایل اجرا میشه. اگر دوست داشته باشید مثلا الیسی تعریف بکنید، یا مثلا میخواید آپشن یه چیز خاصی ست بکنید، انوایرمنتال وریبلی ست بکنید، اینها میتونید تو همین انتهای این اسکریپت اضافه بکنید که این اتفاقات برای شما بیفته. اگر هم میخواید که این اتفاقات به ازای لاگین اتفاق بیفته، میتونید توی فایل .bash_profile این کارو بکنید که اون اسکریپت اجرا بشه و تغییرات که میخواین لحاظ بشه، که از جمله اونها میبینید که انوایرمنتال وریبل پت هم داره برای این یوزر ست میشه و یه تغییراتی داره روش اعمال میشه. این همین دو فایل توی ETC هم وجود داره، ولی تأثیر اونها گلوبالیه، یعنی رو اون تغییر اعمال بکنید برای همه یوزر ها اعمال میشه، در حالی که اگر توی .bashrc یا .bash_profile تغییر اعمال بکنید تو هوم یک یوزر، فقط برای چینج یوزر و لاگین اون یوزر هست که این اتفاق میفته. برای آدرس گلوبالش که برای همه یوزر ها تأثیر میذاره روی شاخه /etc/bashrc هست، که این برای همه یوزر هاست، اسکریپتش اسکریپت طولانی تریه، آپشن های مختلفی اینجا تنظیم شده. و برای بش پروفایل هم /bash_etc/profile هست، /etc/profile که به دو صورت هم تو این اسکریپت میشه نوشت، و همین که توی شاخه پروفایل دادی میتونید یه فایلی بسازین که هر کدوم از این اسکریپت ها موقعی که هر یوزری لاگین بکنه براش اجرا میشه و تغییرات برای همه یوزرها اعمال میشه به ازای لاگین که انجام میدن. خب مجددا برمیگردیم به کامند SU، یه نگاهی به منوالش میندازیم. اگر دوست داشته باشین صرفا سویچ یوزر بکنیم و یک کامند خاصی رو اجرا بکنیم، میتونیم با آپشن -C این کار رو انجام بدیم، یا اینکه با یک گروه خاصی
میخواید لاگین بکنید و این کار رو انجام بدین، که هرچند این کار فقط توسط یوزر روت قابل اجراست که بخواید جی آی دی اون یوزر رو ست بکنید. اگر بخواید همزمان وقتی SU میکنین به دیفالت شل آدمه لاگین نشین و شلش رو خودتون دستی ست بکنید، میتونید از آپشن داش اس استفاده بکنید. خب این کار خیلی رایجه، یه موقعی هست شما میخواید یه دیمنی رو دارید اجرا میکنید و فکر میکنید مثلا دسترسیاش درست نیست و میخواید از دید یوزر اون دیمن بخواید یه کاری رو تست بکنید، به یه فایل اکسس پیدا بکنید، چک بکنید ببینید دسترسیاش درست هست یا نه. منتها چیزی که قبلا دیدیم این بودش که توی شاخه /etc فایل /pass/wd دیمن ها معمولا دیفالت شلشون اسپین نو لاگینه، یعنی شما اگه بیاید بگید su مثلا -daemon به شما میگه this account is currently not available به خاطر اینکه دیفالت شل این یوزر /spin نو لاگین هست. یه راهش اینه که شما موقت برید دیفالت شل این یوزر رو عوض بکنید، یه دیگه اینه که موقعی که دارین سویچ یوزر میکنین بگین که شلش داخل شل دیفالتش نباشه، بلکه داخل مثلا بین بش بیفتن بعد از لاگینم، که اینطوری بتونید شما مثلا با یوزر دیمن لاگین بکنید با کامند هو ام آی چک میکنیم کدوم یوزر هستیم و بعد برید از دید این یوزر دسترسیاش رو چک بکنید ببینید که آیا مجوز این یوزر درست هست یا نه، که احیانا اگر دارید میبینید دیمنتون بنا به دلایل مثلا اینکه یه پرمیشنی درست ست نیست، یه تنظیمی مرتبط با این یوزر درست ست نیست، میتونید با این روش بیاد جای این یوزر لاگین بکنید و از دید این یوزر دسترسی هاش رو و اون اکشن هایی که قراره انجام بده رو چک بکنید. یه نکته دیگه در مورد SU وجود داره، اینه که شما میتونید از این روش استفاده بکنید برای اینکه شما برای مثال وقتی میخواید به سرورتون لاگین بشین یوزر روتتون رو اتصالش رو از طریق SSH ببندین که هیچ کسی نتونه با یوزر روت عملا به سرور شما متصل بشه، کاری که تو بعضی از توضیح ها مثلا توضیح دیبیان بیست دیفالتشون اصلا همینه که شما با یه یوزر دیگه ای SSH میزنین و بعد با دونستن پسورد یوزر روت میاید SU میکنین به یوزر روت و از اونجا دوباره پریویلیج خودتون رو اسکیل میکنین و در سطح دسترسیتون رو بالاتر میبرین. این هم یکی از راه‌های رایجه که میتونید بیاید همون توی شاخه /etc ssh ssh.config بیاید permit root login رو نو بکنید یا مثلا without passwordش بکنید که عملا یوزر روت با پسورد نتونه لاگین بکنه ولی بتونه با مثلا سرتیفیکیتش لاگین بشه، یا یعنی اینکه کلن پرمیت روت لاگین رو نو بکنید که یوزر روت هیچ وقت نتونه لاگین بشه. خب من مثلا میان یوزر حمید رو پسوردش رو ریست میدم به چیزی که خودم بدونم چیه. خب حالا من اجازه لاگین رو از یوزر روت از طریق SSH رو گرفتم، دیمن SSH رو ریستارت میکنم که کانفیگش رو از نو بخونه، دو مرتبه با پاتی بس میشم، این بار میبینین که من با یوزر روت هم بیام پسوردم رو هم درست بزنم بازم به من اجازه لاگین نمیده، ولی میتونم به جاش با یه یوزر دیگه ای لاگین بکنم و بعد SU بکنم به یوزر روت. اگه SU رو من خالی بذارم یا داش بذارم، یعنی اسم یوزر مثلا نگم، دیفالت به یوزر روت میخوام برم. من اینجا پسورد یوزر روت رو میدونم، بخاطر همین میتونم لاگین بشم به یوزر روت. مطلب بعدی اینه که شما میتونید پسورد یه یوزر رو پاک بکنید. کامند پس دبلیو دی رو اگر نگاه بکنین میبینید یک آپشنی داریم برای دیلیت کردن پسورد یه یوزر. مثلا من میگم /pass/wd آرش، الان من اگه /pass/wd استاتوس آرش رو ببینم میبینیم که وضعیت پسوردش امتیه. این امتی پسورد، البته در مورد SSH خیالتون راحت بشه، کانفیگ دیفالت SSH اینه که یوزرهایی که پسورد ندارن اصلا نمیتونن لاگین بشن مگر اینکه
شما کانفیگ دیفالت SSH رو عوض بکنید و اجازه بدین یوزرهایی که پسورد ندارن هم لاگین بشن، که خب خیلی کار بدیه، اصلا هم توصیه نمیشه این کار انجام بشه. ولی از طریق SU میشه این کار رو کرد. یعنی من اگر SU بکنم به حمید، از اونجایی که آرش پسورد نداره، حمید اگر بخواد که یه یوزر معمولی بخواد به یوزر آرش سویچ یوزر بکنه، چون پسورد نداره میتونه به راحتی سویچ یوزر بکنه. این هم مطلب دیگه ایه که در رابطه با SU و اینکه پسورد یک یوزر رو امتی کنید وجود داشت، که دوست داشتم این رو هم بهتون بگم. هرچند شما اگه یک یوزر رو پاک کردین، یه یوزری رو پسوردش رو خالی کردیم، میتونیم اگر نگران اینین که کلان کسی باش لاگین نشه با پسوردش، میتونیم پسوردش رو کلان لاک کنیم، که با آپشن لاک میتونین لاک کنیم و با آن لاک میتونین پسورد آدم رو دو مرتبه باز بکنیم. هرچند این نکته رو هم یادتون باشه، اگر پسورد آدم لاک باشه، حتی پسورد هم داشته باشه، باز هم آدمه نمیتونه با پسوردش لاگین بکنه. الان من میام با یوزر روت پس تبدیل میکنم داش ال آرش. الان اگه پس تبدیل داش اس آرش بزنیم، میبینیم که پسوردش الان لاک شده. من اس یو حمید میکنم و توی یوزر حمید میگم اس یو داش آرش. اینجا ازم یه پسورد میپرسه. شما حتی پسوردی هم که اگر آدم داشته باشه ولی پسوردش لاک شده باشه رو بزنین، باز هم نمیتونید سویچ یوزر رو بکنید. این مطلبی بودش که در مورد SU و همینجور صحبتمون در مورد SU تمام شد. من ویدیو رو اینجا متوقف میکنم، ادامه بحث رو توی ویدیو بعدی ضبط میکنم.